سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. دوستی و روابط دوستانه یکی از با ارزشترین دارایی های هر فرد محسوب میشن. دوست واقعی کسیه که هم تو روزای شادی و خوشگذرونی و هم تو روزای سخت و غم‌انگیز کنار ما باشه. گاهی باورای غلطی درباره رابطه دوستانه داریم و این باورای غلط میتونن مشکلاتی در روابطمون ایجاد کنن. تو این برنامه درباره چند باور غلط رایج در روابط دوستانه صحبت میکنیم. باورایی که کاملاً به اشتباه در جامعه جا افتادن. باور اشتباه اول: هرچی تعداد دوستان بیشتر باشه بهتره. اما واقعیت اینه که کیفیت دوستی خیلی بیشتر از کمیتش اهمیت داره. اگه 5 تا دوست خیلی صمیمی و نزدیک داشته باشید، به مراتب بهتر از 10 تا دوست معمولیه. یه نکته جالب علمی هم وجود داره که خوبه بدونید. وقتی استرس دارید و تحت فشارید، بدنتون هورمونی به نام کورتیزول ترشح میکنه. مطالعات نشون داده زمانی که دوستای نزدیکی ندارید یا کیفیت دوستیتون ضعیفه هم سطح کورتیزول در بدنتون افزایش پیدا میکنه. یعنی انگار استرس دارید. مشکل دیگه ی داشتن دوستای زیاد و معمولی اینه که باید برای حفظ این تعداد روابط زیادم تلاش کنید و ممکنه این مسئله واقعا خسته کننده بشه. اشتباه رایج دوم: دوستیای واقعی همیشگی‌اند. واقعیت اینه که روابط ما با دوستامون ممکنه در طول زمان خیلی تغییر کنه و اینم کاملا طبیعیه. دوستی در اصل تعامل انسان‌های پیچیده با نیازهای پیچیده و در حال تغییره. گاهی اوقات به دلیل برخی از مشکلات و گرفتاری‌ها و شرایط زمانی و مکانی ممکنه بین ما و دوستامون فاصله بیفته و این به معنی غیر واقعی بودن رابطه دوستی نیست. گاهی هم به خاطر موقعیت یا شرایط خاصی که داریم با افرادی دوست میشیم. جالبه که همین روابط به ظاهر بی اهمیت میتونن فوق‌العاده ارزشمند باشن، حتی اگه موقت باشن. اشتباه رایج سوم: زنان و مردان نمیتونن با هم دوستای معمولی باشن. این باور قطعاً غلطه. نباید اجازه بدیم کلیشه های جنسیتی به روابط دوستانه مهم ما لطمه بزنن. بسیارن افرادی که بهترین دوستاشون از جنس مخالفن و اینم کاملا طبیعیه. حالا میرسیم به باور اشتباه چهارم، یعنی داشتن بهترین دوست برای همه ضروریه. مسلماً خوبه که دوستای نزدیک و صمیمی داشته باشیم، اما اجباری تو کار نیست. برخی از افراد میخوان به هر قیمتی شده دوستشون رو برای خودشون نگه دارن و اینطوری طرف مقابل رو تحت فشار قرار میدن. قطعاً داشتن دوست خوب و صمیمی مزایای زیادی داره، اما به شرطی که این رابطه دوستانه باعث آزار و اذیت هیچ کدوم از دو نفر نشه. باور اشتباه پنجم: دوستای واقعی هرگز ما رو ناراحت نمی کنن. ما همه انسانیم و هر کدوم نقطه ضعف خاص خودمونو داریم. اینکه دوستتون شما رو ناراحت یا ناامید می کنه دلیل درستی برای بد بودن اون یا واقعی نبودن رابطه دوستی شما نیست. همه ی افراد ممکنه گاهی اشتباه کنن و زمانی که به اشتباهشون پی ببرن از طرف مقابل عذرخواهی کنن. پس دوست واقعی رو با چنین مواردی نسنجید و به خاطر چنین مسائلی احساستون رو به دوستتون تغییر ندید. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به باور اشتباه ششم، یعنی روابط دوستانه واقعی خود به خود اتفاق میافتن. واقعیت اینه که ساختن روابط دوستانه نیاز به تلاش داره. ممکنه گاهی به محض دیدن شخصی با اون ارتباط برقرار کنید و اونم تمایل نشون بده و دوستای خوبی برای هم بشید. اما همیشه موضع اینطوری پیش نمیره. گاهی باید برای ارتباط با دیگران تلاش کنید. یعنی باید قدرت و شجاعتشو داشته باشید که با فرد جدیدی صحبت کنید و کم کم رابطه ای رو ایجاد کنید. باور اشتباه هفتم: دوستای ما باید به نیازهای ما آگاه باشن.
نباید از دوستامون انتظار داشته باشیم که بدون صحبت کردن با ما به نیازمون آگاه باشن و ذهنمون رو بخونن. رابطه دوستی درست یعنی وقتی افراد نیاز به کمک دارن یا نیاز دارن مقداری فاصله بگیرن و از هم دور باشن، این نیاز رو مطرح کنن. حتی از دوست 20 سالمون هم نباید انتظار داشته باشیم بدون اینکه چیزی بگیم ذهنمون رو بخونه و بدون چه خواسته ای داریم. اشتباه رایج هشتم، اگر هیچ دوستی نداریم یعنی مشکلی وجود داره. واقعیت اینه که برخی از مردم هیچ دوستی ندارن و از این شرایط راضی به نظر میرسن. روحیه بعضی از افراد اینطوریه که اگه دوستای زیادی نداشته باشن احساس بیهودگی یا تهی بودن میکنن. در مقابل افرادی وجود دارن که احساس نیاز به داشتن روابط دوستانه نمی کنن. این کاملا به شخصیت و طرز فکر افراد بستگی داره و جفت این موقعیت ها کاملا طبیعیه. باور اشتباه رایج نهم، اگه رابطه ی دوستی به پایان برسه یعنی من شکست خوردم. هر رابطه‌ای هر چقدرم که جدی و واقعی باشه ممکنه روزی به پایان برسه. پایان دادن درست به رابطه ی دوستی نشانه ی بلوغ افراده. این تفکر اشتباهه که فکر کنیم اگر روزی به هر دلیلی رابطه ی ما با دوستمون به هم خورد یعنی شکست خوردیم. اگر رابطه ی دوستیتون در شرف تموم شدنه، شرایط رو بپذیرید و سعی کنید منطقی رفتار کنید. اینم بدونید که مطمئنن این شروع دوره‌ای جدید از زندگیتونه که شامل آدم‌های جدید و دوستی‌های جدیدم میشه. اشتباه رایج دهم، فقط یک نوع دوستی ایدئال وجود داره. روابط دوستی شکل‌های مختلفی دارن. برخی از دوران کودکی شروع میشن و ادامه پیدا میکنن و برخی دیگه با توجه به موقعیت یا شرایط خاص افراد شکل میگیرن. برخی از دوستا بسیار به هم نزدیکن، در حالی که ممکنه روابط دوستی دیگران خیلی صمیمانه نباشه. هیچ قاعده و قانون مشخصی برای روابط دوستی وجود نداره و ما نمیتونیم نوع خاصی از دوستی رو دوستی ایدئال بنامیم. در انتها هدف ما از معرفی این باورهای غلط این بود که بگیم دوستی تا وقتی دو طرف مایل به ادامه اون باشن اتفاقی بسیار شیرین و لذت بخشه و هیچ وقت نباید با این باورهای غلط خودتون و طرف مقابل رو تحت فشار بذارید. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو حتما با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. برای یادگیری 8 ترفند ذهنی که دیگران عاشق معاشرت با شما میشن، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه، هیچ کس موفق نمیشه سرزمین جدیدی رو کشف کنه مگر اینکه به پذیر مدت زیادی رنگ خشکی رو نبینه. پیروز و سلامت و سربلند باشید.